همین دیشب یک خانومی از پاکستان آمده بود اینجا، محبت دارن مردم، لطف میکنن. من رفتم و باهاشون صحبت کردم و ایشون به من داشت میگفتش که ما تو پاکستان به واسطه شبکه آقا امام حسین علیه السلام الان این بار دوممه که دارم میام کربلا. لا لا. این یعنی چی؟ به واسطه شبکه آقا امام حسین علیه السلام دیدم و زیاد میان این پایین، میان اینجا و لطف میکنن و محبت میکنید شما بزرگواران، سراغ ما رفقا رو میگیرید، ما میام خدمتتون، درد دلاتون رو میشنویم، حرفای قشنگتون رو میشنویم، عاشقانه هاتون رو میشنویم و این برای ما افتخاره، برای ما افتخاره. از دورترین نقطه‌ای که از دهات‌های یک شهرستان کوچکی در دورترین نقطه های مرزی میان اینجا و میگن ما به وسیله شبکه جهانی آقا امام حسین علیه السلام کربلایی شدیم، ما به وسیله شبکه جهانی آقا امام حسین علیه السلام به پدر مادرامون احترام میذاریم، فرزندانمون رو داریم درست تربیت میکنیم، خانواده هامون رو درست داریم تربیت. آقا یه خورده فکر بکنید تو رو خدا، ببینید 6000 شبکه مختلف هست از فساد و فحشا و شکل‌های مختلف، شکل‌های مختلف که تو زندگی هامون تأثیر خواهد گذاشت، به قول دوستان علمایی من میگن تأثیر وضعی خواهد گذاشت، حتی صدای اون آهنگ ها، صدای اون آواز ها در تأثیر خواهد گذاشت، تأثیر خودش رو در دراز مدت خواهد گذاشت. اما اینجا فقط راجب آقای امام حسین گفته میشه، فقط راجب آقای امام حسین حرف زده میشه. آی شیعه‌های غیرتمند، آی شیعه‌های غیرتمند، الان وقتشه. به خدا فردا دیر میشه ها، به خدا فردا دیر میشه و حسرتشو میخوری، حسرتش رو میخوری که چرا من این کارو نکردم، چرا این اتفاق نیفتاد. نیت کن به خود آقا امام حسین، همین الان نیت کن، بگو من این مبلغ رو میذارم کنار به نیابت شبکه آقا امام حسین که نور آقا امام حسین علیه السلامه. نتیجهشو میبینی. بارها دیدم ها، یعنی آدم ها آمدن اینجا و گفتن ما این کار رو کردیم، این پول رو گذاشتیم کنار به خاطر نور آقا امام حسین، شعاعی از نور آقا امام حسین به خانه هامون بیاد، این پول رو گذاشتیم کنار. دیدیم کرامات آقا امام حسین علیه السلام رو دیدیم. دوستان خوبم، مهربون ها، مهربونی هاتون رو اینطوری پراکنده بکنید. همین الان تلفن هاتون رو بردارید، تلفن هاتون رو بردارید، تماس بگیرید. به خدا هیچیه در مقابل این جهان تشیع، هیچیه. فقط یه دونه شیعه، یه دونه شیعه غیرتمند میتونه کل این ماجرا رو جمع و جور بکنه. دیدم، من آدم هایی رو دیدم که بسیار متمول هستن و براشون چیزی نیست، اما قرار یه اتفاقی بیفته که همه شریک باشن، قرار یه اتفاقی بیفته که همه بهره ببرن، همه سر سفره آقای امام حسین علیه السلام باشن. شما هم هستی، چرا شما نباشی؟ همین الان شما مهربونی که الان نگاه مهربونتو به سمت ما چرخوندی، الان وقتشه دیگه، الان وقتشه. تلفنتو بردار، تماس بگیر، اسمس بزن، پیامک بزن، دوستان ما با شما تماس میگیرن، نمیگیره شماره ها، شما فقط کافیه پیام بدی، بگی آقا من حاضرم،